رفقا سلام امیدوارم حالتون خوب باشه همینطور که اطلاع دارید دومین دیولوپر بیتای iOS 18 با یه سری تغییرات منتشر شد بعضی از تغییراتش به کار ما میاد یه سریاش هم به کارمون نمیاد اولین تغییری که به کار ما میاد آیفون میرورینگه که فوق الادم کاربردیه و جالبم هست برای اینکه آیفون میرورینگ رو بتونیم استفاده بکنیم باید مک او اسمونم به دومین بتای مک اس سکویا آپدیت بشه که من این کار رو انجام دادم دارید الان کنار تصویر میبینید فقط کافی آیفونمون نزدیک مکبوکمون باشه و اون اپ آیفون میرورینگ رو اجرا بکنیم تا تصویر آیفونمون رو, رو روی مکبوک داشته باشیم صفحه آیفونمون هم باید حتما لاک باشه برای این کار و میتونیم همینطور که میبینید صفحه آیفونمون رو رو مکبوک ببینیم هر کاری میخوایم بکنیم وارد اینستاگرام بشیم اپهای مختلف رو استفاده بکنیم که خب خیلی کاربردی و جذاب دومین قابلیتی که به دومین نسخه دیولوپر بیتای های 18 اضافه شده بالاخره چت RCS چت RCS چیه؟ یه چیزی مثل آی میسیج ولی دیگه با سیستم آمل های دیگه هم کار میکنه یعنی چی؟ یعنی میتونیم مثلا وقتی که اینترنت داریم به گوشی های اندرویدی عکس بفرستیم وایس بفرستیم همون کاری که دقیقا بین دو تا آیفون توی آی مسیج انجام میدیم و این بستگی داره که اپراتور شما از RCS پشتیبانی بکنه الان تو آمریکا AT&T و تی موبایل دارن از RCS پشتیبانی میکنن اونجا کار میکنه ولی خب تو ایران طبیعتا چون اپراتورهای ما از RCS پشتیبانی نمیکنن کارایی نداره قبل از اینکه ادامه بدم ممنون میشم اگر از یوتیوب ما رو میبینی همین الان سابسکرایب کنی زنگوله رو بزنی تا ویدیوهای بعدی ما رو ببینی لایک و کامنتتون هم حسابی به ما انرژی میده مورد بعدی که یه تغییر خوردریز حساب میشه وقتی که هوم اسکرینمون رو کاستومایز میکردیم وقتی رو دارک قرار میدادیم یه سری از اپلیکیشن ها دارک نمیشد الان اپهای بیشتری به اون حالت تیره در میاد مثلا اپ تغییر کرده و یه تغییر دیگه ای که داره الان در واقع والپیپرمون هم یه مقداری دارکتر میشه تا هارمونی بهتری با اون حالت دارک مود داشته باشه یه تغییر دیگه ای که خیلی به کار ما نمیاد ویجتیه برای اپ ولد که خب برای ما کاربرد نداره و یه تغییر دیگه که اینم خوردریز حساب میشه دیگه تو کنترل سنتر قبلا توی بتای قبلی دستمون رو به این پاور میزدیم اسلاید تو پاور آف میومد و ممکن بود دستمون بخوره اشتباها گوشی بخواد بره تو مودی که خاموش بشه الان باید دستمون رو روی این دکمه پاور نگه داریم تا اون اسلاید تو پاور آف بیاد و تغییراتش از این دست بوده یه نکته رو بگم خیلی از دوستان میگن چرا قشنگ توضیح نمیدی ما چجوری دولوپر رو نصب بکنیم علتش اینه که خیلی باگ داره توی بتای دوم به شدت گوشی داغ میکنه وضعیت باتری افتضاحه باگاه خوردریز تا دلتون بخواد داره و اصلا توصیه نمی کنم بتا رو نصب کنید ولی اگر اصرار دارید که نصب کنید دیولوپر دات با اپل تو تون لاگین کنید و مراحل رو برید جلو فکر می کنم باید تایید دو مرحله ای رو هم فعال کرده باشید با یه شماره ای که طبیعتا شماره ایران رو هم نداره من چون تایید دو مرحله این فعال اینو متوجه نمیشم که کجاها مثلا تایید دو مرحله ای میخواد ولی فکر میکنم برای این developer.apple.com بخواید رو برید جلو تایید دو مرحله ای میخواد و یه نکته دیگه اینکه دو هفته دیگه تقریبا ده روز ده 12 روز دیگه اولین نسخه پابلیک بتا میاد که اون خیلی نسخه اوکی تریه کم باگ اگر دوست دارید قبل از شهریور ماه که نسخه رسمی میاد iOS داشته باشید اون نسخه بهتریه یه تا 12 روز صبر کنید و پابلیک بتا رو نصب کنید برای نصب پابلیک بتا هم بتا دات اپل میرید داخل سایت و رو میرید جلو و تو مسیر سیتینز جنرال و سافر آپدیت دیگه شما نسخه بتا رو میتونید ببینید اگر دیولوپر بتا انجام دادید یا پابلیک بتا اونجا براتون میاره و میتونید نصب بکنید دمتون گرم امیدوارم این ویدیو به کارتون اومده اگر سوالی دارید تو کامنت برام بنویسید حتما همه کامنت رو جواب میدم خیلی مخلصم